سلام دوستان طبق معمول خیلی خیلی خوشحالم که با یه جلسه دیگه از این دوره در خدمتون هستم توی این جلسه همونطور که قول داده بودیم و پایان فصلم هست میخوایم بیایم و یک قالب رو با هم دیگه پیاده سازی کنیم و اون رو رسپانسیف هم بکنیم قالبی که قرار توی این جلسه با هم دیگه پیاده سازی کنیم قالب نسبتا ساده ای هستش و پروپرتی های جدیدی رو واقعا توی این جلسه با هم دیگه بررسی نمی کنیم به غیر از اینکه میخوایم از مدیا استفاده کنیم مدیا رو اگر نمیدونید چیه لطفا به دوره CSS مراجعه کنید و مدیا رو یاد بگیرید مدیا دقیقاً ابزاری هستش برای رسپانسیف کردن قالب خودمون پس حتما حتما مدیا کوئری ها رو یاد بگیرید و بعدش این جلسه رو شروع بکنید پروپرتی های جدیدی رو واقعا قصد ندیم توی این جلسه بهتون آموزش بدیم دقیقا میایم طبق پروپرتی هایی که توی جلسات قبلی یا دوره های قبلی یاد گرفتیم میان این تر رو با هم پیاده سازی میکنیم که به نسبت تر ساده هم هستش و بیشتر پروپرتی های جدید رو ما داخل پیاده سازی ترهای گرافیکی که یه خورده به نسبت پیاده سازیشون سخت هستش میم استفاده میکنیم دوستان توی این فصل اومدیم و یک قالب نسبتا ساده ای رو براتون در نظر گرفتیم و توی این جلسه میخوایم اون رو پیاده سازی کنیم از فصل بعدی قالب ها و طرحهای نسبتاً نسبتا پیچیده ای هستش مثلا قالب هایی که از فصل های بعدی شروع میشه قالب‌های های واقعی تر هستش مثل سایت دیوار، سایت اسنپ، سایت اسنپ فود، دیجیکال آپارات و حالا سایت آرتور هم میایم صفحات اول این وبسایتهایی که بهتون گفتیم رو به صورت کامل پیاده سازی میکنیم که دقیقا اصلی ترین صفحاتشون هم صفحات اول هستش دقیقا میایم با CSS و HTML این رو با هم دیگه پیاده سازی میکنیم و رسپانسیوشون هم میکنیم پس از فصل بعدی قرار طرحها رو یه لول دشوارتر کنیم سختتر کنیم و پروپرتی های جدیدی رو در حین پیاده سازی اونها بهتون آموزش بدیم خب پس میریم الان دموی از پروژه رو میبینیم و بعدش وارد آیدی خودمون میشیم و پروژمون رو پیاده سازی میکنیم چون نکته خاصی نداره من دیگه بر نمیگردم و بخوام بهتون نکاتش رو توضیح بدم میریم دقیقا وارد آیدی میشیم و این پروژه رو با هم دیگه پیاده سازی میکنیم دوستان پروژه خودم رو اومدم ساختم و الان میام فایل HTML و همینطور CSS خودم رو هم ایجاد میکنم دقیقا میام فایل اندکسات HTML و همینطور فایل CSS خودم رو توی این قسمت میسازم دقیقا روی این قسمت استایل شید خودم رو میسازم و میام این style.css رو توی این قسمت لینک میکنم خب لینک دو نقطه سی اس دیگه خودتون الان استاد این کار شدید دیگه خب پروژه خودم رو نگاه میکنم که ببینیم به چه صورت باید اون رو در بیاریم همچی پروژه ای هستش اولین کاری که میخوام بکنم به چه صورت هستش اولین کاری که میخوام بکنم میخوام بیام این کل پروژه هم رو ایجاد بکنم من نمیام طبق روال قبل داخل اگه یادتون باشه داخل جلسه آیکون های شیشه ای اومدیم یک بک رو خودمون به صورت دستی ساختیم اما الان نمیخوام بیام وقت خودم رو بزنم و همچین بک رو بسازم میخوام بیام از تصویرش استفاده کنم من تصویرش رو از داخل سیستم خودم قرار دادم و اون رو میارم داخل پروژه خودم قرار میدم دقیقا وارد سیستم هم میشم توی دسکتاپ دقیقا همچین بگراندی رو قصد دارم به پروژهم اضافه کنم اگر داخل جلسه آیکون های شیشه دیدید ما همچین بگراندی با استفاده از کده های CSS خودمون به وجود آوردیم اما من نمیخوام بیام وقت خودم رو بذارم و همچین بکگراندی رو بسازم میام همین رو انجا کپی میکنم ایمیجش رو کپی میکنم و داخل پروژه خودم پیست میکنم دقیقا میارم داخل این قسمت این رو پیست میکنم ولی بهتره که بیایم یه دونه دایرکتوری بسازیم به نام رس و اکس ها و ایمیج های خودم رو داخل این قسمت قرار بدم دقیقا این رو میزنم تو این قسمت بذارید این رس رو هم میکنم IMG رو روی ریفکتور ری رو میزنم و اینو تبدیل میکنم به IMG و الان برای من دایرکتوری نامش عوض شد خب چیکار میکنم؟ اولین کاری که میکنم میام از یه سمنتیک تگ استفاده میکنم و کار خودم رو جلو میبرم از تگ سکشن استفاده میکنم برای به وجود آوردن یه تگ والد برای کل پروژه خب الان کاری که میخوام بکنم میخوام بیام این بک رو بسازم دیگه پس میام توی این قسمت اولین کاری که میکنم یه سری استایل هایی رو به کل پروژه میدم به چه صورت هستش استایل ها اولین کاری که میکنم میگم یک مارجین داره مارجینش به صورت صفر هستش به صورت دیفال همینطور پدینگش هم به صورت صفر هستش به صورت دیفال و همینطور یک دایرکشن میگیره دایرکشنش به چه صورت هستش RTL چون ما فارسی زبون هستیم قصد داریم که کل پروژه رو RTL کنیم و از سمت راست به چپ دقیقا اینها بیاد قرار بگیره و همینطور میام یک باکس سایزینگ بوردر باکس قرار میدم و در نهایت یک فونتی هم به پروژهم میخوام اعمال کنم فونت فونت فامیلی بیکودک رو اعمال میکنم دقیقا رو پروژهم بذارید ببینم بیکودکه آره دقیقا فونت بیکودک رو توی این پروژه اومدیم استفاده کردیم بیکودک رو توی این قسمت من ست کردم و الان میخوام بیام به این تگ سیکشن که توی این قسمت تعریف کردم یک سری استایل ها و پروپرتی های رو بدم اولین کاری که میخوام بکنم اولین کاری که میکنم صداش میزنم بعدش میخوام بیام از فلکس باکس استفاده کنم پس دیسپلیش رو برابر فلکس قرار میدم همینطور جاستیفای کانتنت و همینطور الاین آیتمش رو برابر سنتر قرار میدم چرا دقیقا برابر سنتر قرار میدم برای اینکه این پروژه دقیقا میخوام بیام و وسط صفحه بیفته برای همین من اومدم از دیسپلی فلکس و از فلکس باکس استفاده کردم که دقیقا این پروژه رو وسط صفحه بندازم توی مرحله بعدی میخوام بیام چیکار کنم توی مرحله بعدی یه بک رو بهش میدم بک گراندش رو میگم یو و همینطور توی این قسمت میگم برو داخل دایرکتوری ایمیج و bg.jpg رو برای من انتخاب کن و روی این قسمت ست کن الان من میام پروژه‌ام رو یه دور اجرا میکنم ببینیم به چه صورت هستش دقیقا میام توی این قسمت ببینم به چه صورت هستش خب برای برای من اعمال نشد برای اینکه من ارتفاع واقعا بهش ندادم یه ارتفاعی هم توی این قسمت من میدم میگم ارتفاع به اندازه 100 ویش باشه کل ارتفاع سفر رو برای من بگیر و یه دور دیگه پروژه‌ام رو اجرا میکنم الان تقریبا برای من اعمال شد اما من برای اینکه محکم کاری روی این پروژه انجام بدم می‌آم یک بک‌گراند سایزینگ و همینطور یک بک‌گراند پوزیشن رو, رو روی این قسمت اعمال میکنم پس من میام توی این قسمت میگم چی میگم بک‌گراند سایزینگ کاور که میخوام دقیقاً ست بشه روی کل قالب پروژه و روی صفحه هم و همینطور یه بگیران پوزیشن سنتر هم بهش میدم دیگه داخل جلسات قبلی به صورت کامل با این دوتا پروپرتی آشنا هستید و میدونید داره چه کاری را انجام میده و من این رو یه دوره دیگه اجرا میکنم الان تقریبا برای من اومد و کاور شد روی بگیراندش و به صورت کامل الان برای من داره نشون میده توی مرحله بعدی میخوام چه کار کنم داخل مرحله بعدی بریم پروژه‌مون رو یه دور دیگه نگاه کنیم الان میخوام بیام این قالب داخلی رو به وجود بیارم الان در واقع میخوام بیام بیس کار و بیس پروژم رو به وجود بیارم اولین کاری که من میکنم یک تگ پدر از نوع تگ دیو تعریف می‌کنم و بعدش میام این تگ دیو رو قطعه قطعه میکنم و هر کدوم از این لی آوت پروژم رو بهش یک تگ اختصاص میدم پس اولین کاری که میکنم یه تگ پدر رو تشکیل میدم داخل این قسمت داخل دقیقا این قسمت یه تگ دیو رو درست میکنم با کلاس کانتینر. خب و این رو میسازم و الان میخوام بیام به این یک سری استایل هایی رو بدم استایل به چه صورت میخوام بدم اولین کاری که میخوام بکنم میخوام بهش یک عرض بدم خب اول از همه صداش میکنم میگم یه تگ دیو داریم با کلاس کانتینر که من کلاس کانتینرش رو توی این قسمت صدا میکنم و میگم این کلاس کانتینر یک ارزی داره خب میگم ارز 100 درصد پدرش رو بگیره ارز 100 درصد پدر یعنی چی یعنی بیاد از این قسمت صفحه رو برای من بگیره تا این قسمت صفحه خب من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته من میخوام یه خورده بیاد و برای من داخلتر و توی این قسمت بیا کلش رو برای من بگیره پس من میام از و تابع کلک استفاده میکنم و این کار رو دقیقا با استفاده از تابع کلک به وجود میارم به چه صورت عمل میکنم میگم توی این قسمت اول از همه تابع کلک رو صدا میزنم خب میگم داخل صد درصد کل پدرت رو که میگیریم میخوام صد پیکسل رو ازش کم کنی و بعدش کل صد درصد پدرت رو بگیری درست شد تا اینجا و همینطور یک ارتفاعی هم میخوام بهش بدم ارتفاع هم دقیقا به همین صورت هستش دیگه ارتفاع نگاه کنید اگر اینجا رو در نظر بگیرید این هدر رو کلا در نظر نگیرید این قسمت که موسمان روش هستش در نظر بگیرید از اینجا تا بالای صفحه دقیقا یک فاصله میگیره دقیقا از اینجا تا پایین صفحه هم یک ارز رو میگیره پس من میام این ارتفاع هم با استفاده از همین کلک به وجود میارم پس میگم چی میگم هایت دقیقا از کلک استفاده میکنم و میگم کل 100 صد درصد پدرت رو که میپوشونی اندازه 200 پیکسل بیا برای من فاصله بگیر خب اینم یه میزنم که این ارور رو از بین بره خب الان اومدیم عرض و ارتفاعمون رو به صورت کامل به وجود آورده فقط کافیه من بیام توی این قسمت یه بکگراندی هم براش بذارم من میخوام از RGBA استفاده کنم بکگراند کالر رو توی این قسمت صدا میزنم RGBA هم توی این قسمت صدا میزنم و میگم رنگ سفید رو میخوام بهش بدم با آلفا ولیو یا اپاسیدی نیم درصد بریم یه دو پروژه رو اجرا کنیم ببینیم به چه صورت برای من در میادش خب الان خوب شد اما یه خورده هنوز مشابه پروژمون نیستش یه خورده اینجا فاصله باید بیشتر باشه از بالا یه خورده باید فاصله بگیره خب من میتونم بیام یه پدینگی رو روی این قسمت در روی تگ پدرش اعمال کنم میگم از اطراف یه اندازه 50 پیکسل برای من فاصله داخلی بگیر و الان اگر یه دور دیگه این رو اجرا بکنم برای من فاصله از اطراف از سمت چپ و راستش درست اما از بالا پایین یه خورده فاصله بیشتره چرا دلیلش دقیقاً اها دقیق دقیقا توی این قسمت من اینجا گفتم بیاد 100 درصد ارتفاع رو بگیر من میخوام میگم 100 وی اچ رو بگیر 100 درصد ارتفاعی که توی این قسمت هستش ممکنه دیوایس موبایل باشه یا تبلت باشه این میاد دقیقا متناسب با این قسمت ارتفاع رو میگیره ولی اگر یه دور دیگه این رو اجرا بکنم الان برای من به صورت کامل داره درست نشون میده داخل مرحله بعدی میخوام میام چیکار کنم داخل مرحله بعدی یک border رادیوس هم اجازه بهش بدم border رادیوس به چه صورت اعمال میشه میگم border رادیوس 20 پیکسل رو هم میخوام بهش بدم در واقع میخوام حاشیه های این کارمون یه خورده برای من گرد بشه یه دور دیگه این رو اجرا میکنم و الان برای من بهتر شد من میتونم بیام یه باکس ای هم روی این قسمت اعمال بکنم که یه سایه خیلی ریزی داشته باشه به چه صورت میام اعمال میکنم دقیقا میام باکس شدو رو توی این قسمت صدا میزنم باکس و میگم از سمت چپ به راست نمیخوام کششی داشته باشه و همینطور از بالا به پایین میخوام اندازه 15 پیکسل این فاصله باشه و همینطور به اندازه 35 پیکسل هم میخوام این سایه پخش بشه و سایه رو از چه رنگی قرار میدم سایه رو رنگش رو مشکی قرار میدم و حالا یک آلفا ولیو خیلی خیلی کم رو بهش میدم به اندازه 5 یک آلفا ولیو بهش میدم که دیگه خیلی خیلی سایه کم رنگی میشه دو دیگه این رو اجرا میکنم خب الان سایه خیلی خیلی کم رنگ توی این قسمت به وجود اومد ممکن با چش نبینید ولی خب برای بهتر شدن و برای ریزکاری کار ما اومدیم همچین سایه ای رو اضافه کردیم من میام الان از فلکس باکس استفاده میکنم توی این قسمت و جاستیفای کانتنت و الاین آیتم هم روش اعمال میکنم برای چی برای اینکه دقیقا وقتی که خواستیم داخل این تگ دیو با کلاس کانتینر رو به وجود بیاریم دقیقا از فلکس باکس استفاده کردیم و المنت و تگ کنار هم دیگه باشن پس اولین کاری که می کنم دیسپلی این رو از نوع فلکس قرار میدم جاستیفای کانتنتش رو سنتر قرار میدم الاین آیتمش رو هم سنتر قرار میدم این رو سیو میکنم و الان پروژه رو یه دور دیگه اجرا کنم هیچ اتفاقی نمیفته چون ما هنوز المنت داخلی توی این قسمت برایش به وجود نیوردیم